حشمت کارخونه همسرش رو که بیماری قلبی داره اداره میکنه و از تصمیم همسرش که بعد از مرگ اموالش به خواهرش فرشته برسه ناراحته. حشمت قصد داره به فرشته هتک حرمت کنه و در نهایت اونو از میون برداره، اما در نهایت متنبه شده و قصد خودکشی داره. بخشایی از فیلم آسمون بی ستاره رو با هم تماشا میکنیم. مگه دیوونه شدی دختر؟ این چه کاری بود که کردی؟ من نمردم، تو من نجات دادی. چرا نذاشتی بمیرم؟ چرا مانع مرگم شدی؟ خب چی میخواستی بمیری؟ خوب نیست یه دختر جوان با این سن و سال؟ نه، مرگ برای من عروسی. دیگه نمیخوام تو این دنیا بمونم، میخوام بمیرم، بمیرم. خواهرم، این عمری رو که خداوند داده ما حق نداریم قطعش کنیم. زندگی خودش نعمت خیلی بزرگیه. چی داری میگی؟ وقتی امید آدم از همه جا بریده میشه، مگه غیر از مرگ چاره ایم داره؟ نه آبجی، تو اشتباه میکنی. اون شیطونه که باید ناامید باشه. خداوند هیچ وقت تموم درا رو به روی بنده هاش نمیبنده. ببینم اصلا برای چی کاری کردی؟ حتما تو این شهر غریبی. آره، تازه اومدی تهران؟ بله بله، من تو این شهر هیچ کسی ندارم. چی اومدی؟ نتونستی پیداش بکنی؟ آره درسته، اومده بودم عقب شوهر، ولی هرچی گشتم پیداش نکرد. شوهر؟ پس تو شوهر بری؟ بله، برای پیدا کردن کار چند ماه اومده تهران، منم که بیخرجی مونده بودم اومدم عقبش. خیلی خوب، دیگه نمیخواد بیشتر از این خودتو ناراحت بکنی. ببین، من از امروز جای برادرتو هستم. تو هم میتونی تو خونه ما بمونی تا من بگردم شوهرتو پیدا کنم، خب؟ نه، من باعث زحمت شما نمیشم. آه، دیگه حرفشو نزن، برم شو بریم خونه. فیلم قسم که تو سال 1354 ساخته شده از این قراره که همسر رضا که قصد ترک همسر و بچه‌شو داره با پسرخاله رضا همدست شدن تا از رضا دزدی کنن. رضا با دزدا درگیر میشه و به زندان میفته، بچه‌شو هم به یکی از دوستاش میسپره. رضا بعد از حبس با خواننده کاباره آشنا میشه و با اون قرار ازدواج میذاره. بخشایی از فیلم قسم رو با هم تماشا میکنیم. فیلم سکه شانس با بازی فردین، ناصر ملک موتی و مرجان محصول سال 1349. دو برادر شیفته یه دختر میشن در حالی که دختر به برادر کوچیکتر علاقه منده. در این بین مردی سعی میکنه که میون این دو برادر جدایی ایجاد کنه و برادر بزرگتر رو به قمار میکشونه. بخش هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. اونم با قاپای پر کرده؟ زحف کردی داشم، خیال کردی با جماعت کور طرفی؟ گوشی دست دست و لو. آره دستمه. بریم با این قاپا با دای جونتون بازی کنیم. باز بازی کنیم؟ بهتم از چک بالان تو رو چه به داخل آدم مادر گیدا. آره که خواستین کلک بزنید فقط یه تاس دیگه میریزم سر همه پولاتون. قبوله یا نه؟ چرا زبونه گره خورد؟ قبوله یا بریم هواخوری؟ آره قبوله. بلش کن.
چونه هرچی مرده از ده بالا بیاری من بمیرم ده به بالا باشه کنم ریختم و آوردم زنده باشی تحبیت کردی زنده باشی مریضا خود آوردی پولمو زنده شا حالا کجاشو دیدی؟ سر بزرگتری زیر لافه اون حکمای داروغه رو رد کنیم و بل کن اون تاسارو دلم دادم شد اون کیه؟ داششه یه سرخریه که خوب هوای میتی رو داره تا که گفتی میری خونه؟ والا داداش گفتم سر رای سری به این آقایون لوتیا بزنم و باشون سر بشکنم اون مرد بسه لاشخار بارا سرت بایستده من نمیخوام تو اینجا پا بزنی هر طور که تو عشقته چی رو تعرفتی که پره میکنی؟ حالا میخوای بزنی به چاک؟ دروازه دهنت رو قلف کن آشغالا رو بیرون نریز میتی تو نمیزنه ولی به اون تاسام دست نمیزنه میگم چطوره با بزرگیت هم خبر کنی تا بیاد مهارن ایرج قادری توی فیلم بینشان که سال 1355 ساخته شده بر اثر توطئه نامزد و دوستش دچار سانحه میشه و گذشته خودش رو فراموش میکنه. داستان فیلم بینشان درباره فرار نادر از آسایشگاه و یادآوری خاطراتیه که بر اثر سانحه اونا رو به کل فراموش کرده. بخش‌هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. هیچ عاقلی هم یه دیوونه رو نجات نمیده. چرا تو منو نجات دادی؟ شاید به خاطر اینه که آدم تو این گوشه هیچ تفریحی نداره. خب اینم خودش یه تفریح بود. درست مثل سنگ انداختن به یه دیوونه. نه معذرت میخوام هیچ قصدی نداشتم. خداحافظ. و چی هستی؟ یه زن؟ یه تیک سنگ؟ به اون لباسی که تنته نگاه کن من یه آدمم یه انسان ولی مهر خلاف این رو پیشونی خورده این وظیفه توی که انسان بودن منو ثابت کنی آخه تو یه سپاهی هستی ای مگه من چی کار کردم؟ جرم کردم؟ چه گناهی مرتکب شدم که اینطوری من از خودت میرونی؟ ببینم این درسته؟ به من نگاه کن این درسته که آدم به خاطر اینکه نمیدونه کیه ترد بشه گوش کن مرد من یه سپاهیم 5 روز دیگه هم خدمتم تموم میشه ولی با این حال از دست ژاندارما نجاتت دادم میدونی یعنی چی؟ منم یکی از اونام اگه دیوونه نیستی این چیزا رو خوب میفهمی آخه مگه من چی کار کردم؟ آزارم به کی رسیده؟ من گشنم از غروب فقط دویدم اونا منو میگیرن بعدم برای اینکه مجازاتم کنن 2 روز به هم قضا نمیدن درست مثل دفعه قبلی اونا زجرم میدن زنجیرم میکنن بعدم اونو تاقه لعنتی نه دیگه طاقت رو ندارم تو این چیز رو میفهمی؟ دریا با بازی فروزان دختریه که توی یه مثلث عشقی با ناخدا و مسلم گرفتار شده. ناخدا طاهر از مردم بندر در مقابل جور و اجحاف مسلم و دار و دستش حمایت میکنه و از طرفی از ازدواج اون با دریا هم خشم میبینه. این اتفاق باعث درگیری های عجیبی میونه این 3 نفر میشه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. عقیل برات پیغام فرستاده اون اومده انتقام برادرشو ازت بگیره همینطور انتقام روزایی که فکر میکرد تو خیلی جوون مردی تو هیچ وقت من یه جوون مردی و گذشت و نفهمیدی تو نمیدونی من تو این سالای دراز واسه تو چیکار کردم 15 سال تموم زجر کشیدم زندگیمو برای راحتی و آسایش تو تلف کردم فقط به خاطر اینکه احساس حقارت نکنی 3 ساله که زمینگیر شدی شب و روز پرستاری تو کردم مثل یه سگ وفادار دنبال دویدم مثل یه سگ اما تو به من چی دادی؟ به من چی دادی؟ جز کینه و نفرت همیشه همینطور رذل و خبیث بودی از جون من چی میخوای؟ شیطون تو جسم و روح توه شیطون تو جسم توه که اون بیگناه رو لو دادی من اونو لو ندادم از خودت جلوی من دفاع نکن اگه مردی جلوی اون دفاع کن برای یه دفعه هم که شده مرد باش عقیل سر زور تو قلعه شور منتظرته